خدای دې خیر ورته پیښی چې دا څنګه نن نه دی راغلی. خیر زه خو به ستړي مشي وکړمه. د پتی اتا د خپرونې ډېرو قدرمنو مینهوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. خیر انشاءالله چې قادری صاحب اتمن کلاری دا دې ورته خیر پیښی. سلام علیکم یار، چه بخیر آمدی ماندنم مهربانی. ببخشید من خواستم که جای اگر بتانم جای قادری صاحب پر بسازم، به خاطر از اینکه بر من زنگ زدن و گفتن که میشه که به برنامه بری و امرای صاحب زاده صاحب برنامه را پیش ببری. خب به هر حالش من کدام آمادگی خاص رام نداشم، ولی نظر به تقاضای دوستا و همکارا اینا آمدم امرای شما یک جا برنامه را بخیر پیش میبرم و اول یک سلام بسیار گرم و صمیمانه خدا خدمت تمام عزیز شنونده ها و بیننده های عزیز تلویزیون ملی تقدیم میکنم و خوشحال هستم که در این برنامه با بیننده های عزیز و میهمانان گرامی یک جا هستم و با امید از اینکه ما بتانیم قطی عطار بهتر و بهتر را تقدیم شما بیننده های عزیز تلویزیون بکنیم. دیر که در قطی عطار در خپرون دیر و قدرمن و لیدون کو دیر که شد چه زی واز پاته نشوم او خبرونه ډیره په دې جالبه شو چې یارمل صاحب د افغانستان د سینما او تیاتر ډیره تکړه او زبردسته ممثله خوشبختانه چې نن خبرونه کې ما سره ده او دغه نه لا خزیره دادای چې یو ډیر زبردست اماس زبردست محلی خان خو زه نه وایم. بله بسیار یک هنرمند محبوب دلها، هنرمند فولکلور افغانستان محلی خان بسیار نازنین ما که این حرص البته از پدر بزرگوار خود برده، من نامش نمیگیرم. بیاین یک کار میکنیم که از بیننده های عزیز خود پرسان میکنیم که این محلی خان ما کی خواهد بود که من خیلی عاشق آواز شستم و اما تو یک آواز رسا و نازنین که اما تو به اصطلاح دمی سر ستیش که میبراید که چی جانانه میسر آپا ما استلام میگه صدایش ملم است ملم. دیر خیسته قد مدینو. خب میشه کسی بگوی از بین بیننده های ما که این محلی خان ما کی خواد بود؟ خب ما میفهم که هیچ کس نمیفهمه. به هر حالش ما از پریدا چه خپل راشی؟ خودش بیایه چه راقی بیا بای معرفی کن چقدر خوب بسیار خوب بیاین عزیز دل تشریف بیارین. سلام علیکم خوش آمدین به برنامه بسیار دار. نو لیتون کو تاسو دا قدی ولی دل چه گران او زمون خوک جبه محلی سندرگاره فضل محمد پغمانی به مرحوم استاد افضل پغمانی زوی. بله سفاوردین خوش آمدین. گفتم که ایرس از پدر بزرگوار خود بردن. بله و چی خوب است که ما از زبان خودشان بشنویم که فضل جان اما تو که پغمانی تخلص میکنه انشالله در پغمان زندگی میکنه یا یکی از یکی از کشورهای خارجی تشریف آوردن. تشکر زنده باشی امام بانو بخود سلام های گرم خود خدمت شما و بیننده تلویزیون ملی تقدیم میکنم. دیگه بسیار خوش هستم که امروز میمان شما هستیم. خوش آمدید. سوال شما که در پغمان زندگی میکنیم یا در کابل یا در خارج؟ نه در کابل جان زندگی میکنیم. من اونجا هستم. دیگه تشکر زنده باشین از شما که ما را دعوت کردین و میفهمین فضل جان چرا این سوال در ذهنم خطور کرد که در این اواخر میبینیم که جوانای بسیار نازنین ما در عرصه هنر موسیقی بسیار خوب رشد میکنن و بسیار آهنگای مقبول و تقدیم شنونده های عزیز خود میکنن، بیننده های عزیز خود. وقتی در قلب ها جای میگیرن باز قلب های مردم نازنین خود داغدار میسازن و راه سفر و دیار مهاجرت به اصطلاح پیش میگیرن و از وطن خود دور میشن و این بسیار قابل تاسف است و جای افتخار است که شما تشریف دارین و با مردم خود یک جا زندگی میکنین و اونا را شاد و خوش نگه میدارین. زنده باشین تشکر. ما هم در خدمت مردم خود هستیم. قربانتان. زنده باشین تشکر. چی میشه که بشنویم از زبان مقبول شما که با بیننده های عزیز ما یک جای لذت ببریم؟ دوستای عزیز و بیننده های گرامی، یک روز یک نفر دفتن اما تو در آ میرفت موتر زد. آجل پلیس ترافیک آمد گفت
خیرت باشه، کی ملامت است؟ کی ملامت است؟ پیشی نفر دومی که نفر زده بود گفت ملامت کیست؟ گفت والا ضابط صاحب دیگه چی بگویم، مرا خواب برده بود دیگه، خود از این پرسان کی ملامت است؟ پاگمانی صاحب تو کدام خاطره جالب نمی آغاز برنامه میگی یا نه کدام آهنگ به دل خودت میگذارم؟ والا کم کم گرم بیایم باز خاطره جالب هم میگیم. والا بسیار دیگه یک آهنگ براتون میخوانم، برای بیندای تلویزیون ملی برای شما یک آهنگ ملی رو میخوانم. بعد از او باز زبان گرم آمد، باز فکایا میگیم، باز خاطره جالب هم براتون میگیم، چرا نه؟ سوال ها زیاد است، ناگفته نمانه که باز آمادگی تا بگیری. دا آغاز برنامه نخواستم زیاد سوال کنم، بله، بخاطر از اینکه گفته خودت یک ذره اگر کمه تو راحت فضا ساخته شوه، یک دفعه شود. موسیقی یک دفعه در اوج خود برسه و دلها را هم تو مسرور نگاه بکنه، باز اون موس که انسان لذت میبره، وقت لذت برد شاد شد، باز موس که همه گپا خود به خودی میآید. فضل جان دیگه بفرمایین، من میفهم که شما لایف خان هستین و چیزی باز که هنرمند با آواز خود بخونه و آدم بشنوه چقدر کیف میکنه. تشکر، تشکر، زنده باشین. هزاران جان من بادا فدای حیدر کرار، هزاران جان من بادا فدای حیدر کرار، بگردی روزه مولا دلی هفگار میگردن. زهجرانت عزیز من همیشه چشم تر دارم، زهجرانت عزیز من همیشه چشم تر دارم، نه مکتوبی تو می آید نه حضالت خبر دارم، مکتوبی تو می آید نه حضالت خبر دارم. اگر مردم مرا پرسد شورا رنگت خزان گشته، اگر مردم مرا پرسد شورا رنگت خزان گشته، جوابش را همین گویم عزیز در سفر دارم، جوابش را همین گویم عزیز در سفر دارم. زهجرانت عزیز من همیشه چشم تر دارم، نه مکتوبی تو می آید نه حضالت خبر دارم. نمیدانم گناهم چیز که رنجید از من یارم، نمیدانم گناهم چیز که
خندش گرفتارم زهجرانت عزیز من همیشه چشم تر دارم نه مکتوبی تو می آید نه هزالت خبر دارم نه مکتوبی تو می آید نه هزالت خبر دارم در ذهن ما بسیار بیندای عزیز امیال بسیار اماتر چی برتان بگویم که تصاویر عجیب و غریب تصویر شد و ما به این فکر افتادم که ببینین وقت شاعر یک آهنگ یک شعر می سرایه هنرمند آوازخوان است که به او جان می بخشه و دیدیم که ای آهنگ فولکلور چقدر شیرین بود از دل مردم بود فضل جان چقدر او را زیبا زنده باشین تشیر علی و ما واقعا لذت بردم نمیفهم شما چطور صاحب زاده صاحب ما نزدیک بود که گریان کنم برای از اینکه ای آهنگ هم از جدایی ها سخن میگفت هم از دوری ها سخن میگفت و خیلی دلچسب بود بسیار مزدار آهنگ زنده باشین شما زنده باشین فضل جان با این صدای مقبولتان تاس پختنه وکړه چې سندره څنګه و هر هغه انسان چې احساس لري بله پوجود که ژوندۍ احساس لري خامخه د سندرې نه خوند اخیسته دی کله به تراژیدۍ خواته بولې کله به د عاشقې بهر ته بولې کله به د وطن د لریواله نه کله به د لیلا د لریواله نه نو پغمانی صاحب د خدای مونږ ته تل هم دغسې جوړ روغ لري چې د خلکو په غم په ښادۍ او په هر شي کې ورسره شریک دی زنده باشین شما زنده باشین میشه که سوالاتتان پرسان بکنین چیز چیز از فضل جان پرسان بکنیم که بر ما یک معلومات باشه درباره زندگیش درباره نویت کارش که مثلا از کجا موسیقی را آغاز کرد چیگونه آغاز کرد ما میفهمیم که پسر یک هنرمند بسیار بزرگ افغانستان هستند ولی طبعا ساز و آواز در گوششون آشنا بوده از زمان طفولیت ولی چطور علاقه من شدن بازم یک سوال است بله بله یارمال صاحب پختنه وکړه جواب ورکړه پخمانی صاحب آه چرا نه خوب سوال است خب ما پدر ما خب پیشتر معرفی کردیم که یک ضرب نواز بود یعنی طبل نواز بود عبدالله پخمانی بله دیگه 35 40 سال دمی رادیو تلویزیون افغانستان خدمت کرد همیجا بود دیگه در گوش پیشتر گپ شما که در گوش ما ساز آواز و گپ آشنا بودم بله طفلیت دیگر بسیار ملاقه داشتم من خودم طبله می نواختم شاگرد پدرم بودم بسیار خوش داشتم که طبله بزنم و طبله می نواختم بله. خوش داشتم امی آوازخانه که می خوان واقعا آواز مرحوم سلیم صاحب بسیار دوست داشتم بسیار آلا اتر شوقش داشتم که در خانه خرد بودم از مکتب می آمدم بازم این کسته زیر من داختم خوش داشتم که میره بشنوم دیگه آجی عالم شوقی را فیض جان کار زیده چی که نرمنده های محلی مازن کل نرمنده ها بسیار خوب میخوانن اگر از آماتور است از غزل است از محلی است کلشان یک جای خدا دارن هر کس سبک خدا داره خدا داره بله شنونده خدا داره هر کس بیننده خدا داره یعنی اگر کس در رشته غزل می سرایه یا هم کلش یک مکتب است به حساب بگویم که موسیقی آزاد یا پاپ برش میگن بله چی میگن بله بله ما بله بله با موسیقی چندان معلومات ندارم ولی به هر حال رشته های مختلف داره موسیقی از او خاطر هر کس شنونده خدا داره و مخصوصا موسیقی افغانستان موسیقی فولکلور افغانستان به دل ها چنگ میزنه چون 90% مردم ما شنونده همه قسم یک موسیقی هستن ما با همی اگر کلیپ جور کردم یا آهنگ خواندم در موسیقی غربی هر رقم بازم مردم افغانستان مردم خود ما مردم موسیقی ملی زیاد تشویق کردن و زیاد دوست دارن همین هر جایی که میریم موسیقی لایف دوست دارن دیگه ما خوش داشتم که تو لایف بخوانم موسیقی ملی باشه و از این بزرگا مختم دیگه خود ما خود چیز نیست از این بزرگا دیده ما سعی کردیم ما مختم دیگه خوش داشتم که آوازخوان جان باز پدر من خدا بیامرزه گفتم من میخوایم که بخوانم این طرح آوازخوان شدم خوش دارم گفت اگر میخوایی که بخوانی آوازخوان شدی خود این موسیقی ملی بچیم کوشش کو زامت بکش بله. تکلیف بکش بله. از بزرگا یاد بگی بله. دیگه باز کم دیگه اینم یاد دیگه برای از اینکه یک کسی بتونه یک آوازخوان خوب و موتر به حساب پخته
بیایه یا ای که بتونه امی انجره را تقویه ببخشه یا به حساب سر آواز خود مسلط شوه بله. چی میارایی را باید آدم بیاموزه یا چی کارایی بکنه مثل یک ورزش که بتونه امی صدا را پخته بسازه یا انجره را گاه گاهی که ما شوق میکنیم میگیم بیت یک صدای خود بکشیم میبینیم یک دفعه صدای ما بگفته آوازخانه عزیز ما مرغک میشه حال ما چطور شوه که بازی نمی مرغک نشه یا به حساب صدا هم تو از انجره رسا برای یتمند کدام یا گپ اول اولش یارمان سپ گپ مهم اول که پیش یک استاد بشینه باید است که استاد برش یاد بده دیگه سرگرم بکنه به پیش یک استاد حتما این ضرور است که پیش استاد که کس که پیش استاد نشینه خود رو بخونه دیگه از هیچ جور نمیشه استاد هر رقم گفتشون استاد جورش میکنه که بعد از صبحکینی سارا بگوینی رقم بگوینی رقم همین کل گپ پیش استاد است دیگه ما پیش استاد نور آقای سرمدی یک آوازخوان بسیار خوب است پیش از او کار کردیم تمرین کردیم آوازخانی بله بله آوازخانی را بسیار یک آوازخان خوب است مردم ما میشناسنش بسیار عالی بسیار عالی واقعا یک قسم به حساب امی صدا به امی خود انجره ها به حساب یک رشته های بسیار باریک است نه بله. اگر دفعتا سرش فشار بیاید صدا خب میشه طبیعی است که او باید به مرور زمان عادت بکنه از ما پختنه پغمانی صاحب ندیری دی خو مخ کده دین اجزه پختنه حکم قدرمن اوریدون که خفه نشی من کدام گپ خواه است بیا خیر است ما شما میبینیم که چی گپ است بله خدایا دیگه چطور کنم رامو جان الا مادر صدقی سرت شود چرا همه تو خوار زار شیشتی و ایزاره ترقت شم چرا جان تو بچه بو بوستی نکن تو دق نشی بلا بابا بگو چی بگویم دیگه آله بگو چی گپ است او بچه چرا یک قسم کشکی او ای تو جگرخون هستم که این مرغای روی هوا دو حال ما گریان میکنم الا خدا نکنه خدا نکنه الا در خرای دکو اوسا را بخوره خدا اوسا تا نبیاره جان بوبای خود بچه بوبا قربانه چم دمی روزا یک قسم شدی به قرآن الا بابا یک قسم می که ما ده قسم شدیم حدیث دیگه نزیم بود نیم و میانه باز شروع کردی کی موی کی موی کی موی من نمیفهم چی وقت این موی قیچی میکنی این موی که هست ای از خود سیالی داره شریکی داره توی داره معامله داره پاس داره ما تمام روز رفتیم در خانه های مردم اول سرمانشان رو دیدیم باز این موی که هست این از پدرکران پدرکران تا بیاد دوتا موی بوده نمی گرفتن محفل گرفتن خیرات کردن گوزفند کشتن باز قیچی کردن آله که در تالیت خراب است تالیت خراب است که بابا ده ای شرایط، ده ای بیکاری، ده ای حالی که مردم نان خوردن خدا نداره تو ده قم مصرف های بی جای مانده او بو بو همه قیچی رو بگه این ازمی بگه قیچی کن بس 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 ای گپا رو نزن قیچی بگویم دیگه مرا به ای گپا غرض نیست از ما که رسم رواجم به جای نشم من ندر قصه شرایط نشم من ندر قصه پناهی با میگی بچه ای گپا رو دیگه نزن بابا من دیگه شا نمیفهم موی مرا قیچی کن گم عاشق شده عاشق شدی؟ عاشق؟ نه نه بابا عاشق؟ گفتم کدی مهم شک کردم که باید من این را قیچی کنم دمی هفته وش کنی وش کنی وش کنی که نام عاشقی را نگیری فهمیدی یا نه؟ که باز گفته بود به خدا اگر دقیقا لفت سر برا من گفتی که عاشق شدم بابا من دقیقا همه خود تو ساجق می جوی بودم خانه خیاتی تا کدور من را باندم یه حال روز من حالا آی بابای من دست بابایم چی حال هست من نمیفهم چی کنم مصرف های بی جای فکر کده میره به غم خود مانده عاشق شده ایدان چشم دشمن های ما روشن که تو شکر این اثر بامباد اولی ما آمدی شکر شکر که من تو را داخل اولی ما میبینم حالا شکر من با این حال ما فهمیدم اما تو که من یعنی که ها دیگه لکره شراب دستو لبان و سنم لکره شراب دستو قربان سر و آواز شو تو خانم زنگ از مکنه تنگ مکندی و قربان
جانی چاو خدا دست میگی؟ آه دل تنگت که میگی دی عشقانه فدا میریزه عشقت دیگه چیز خوش ندادم با؟ هر چیز خوش دارم تو که دمی دستای مقبول و زیبایت پخته کنی کی باشه که نخوره؟ خب یه سر از این موضوع بریم من بازم بگو از دار موضوع عشق باشم بیزه آه اما قلینای مادم مادر جانم ششته دبام بس بیام لکتیم پایان کن او خدا من نگم هر کاری که دمی خانه تون باشه سر من صدا کن سر دیگاه صدا نکنی دیگاه خب بیگانه هستن آه بازی خب بغیرت ما برمی خورم خیال بیا دیگه که بری؟ بری؟ آه بریم دیگه بیا بریم قالین بافین پارچه پارچه قالین نیستار خوصفیت برای یاری خیلی نمایش صدیقه جان تمکین تهیه و ترتیب کرده بود و دو هنرپیشه بسیار جوان و مستعد ما سنم جان سادات و گلابشا جان نظری به اجرا گرفتن خیلی زیبا بود خیلی مقبول بود تشکر میکنیم از صدیقه جان تمکین هم یک پارچگک های مقبول مقبول در قوطی عطار نوشته میکنه و خدمت دوستان ما پیشکش میکنه همیشه دوی همکاری که پغمانی سب ده وای چه باش که دری بگویم سرد میخوری یا گرم ما ولی یعنی چای میخوریم خوردم پیشتر نه خو هست اون چای هم هست ما چای میخورم غیره ما ما خاطر که انجریشان باز مال به خید فکر خواندن هستن نه دیگه انجری ما از اینکه خراب نمیشه زیاد ما خراب نکنه خوب چی وقت باز یک آهنگ دیگه از پغمان صاحب بشنویم صاحب زاده صاحب باش که می گلونه تازه کنه ای نه سم چوره نه گلونه تازه کنه ما خدمت همیشه تو یک فکویی بگین شما که چرا نه قدرمنو لیدونکو د قوتی اتر د خبرونه مینوال او هغه صفات چې مونږ د پغمانی صاحب کړه ولا بی ځای نه وو د غواله سندره د سه او رقم خوان را کړی دی چې د فکایي به خدمت دی خه په صورت وړه وړه و سخته ګرمي و حالت نه صاف په غال مغه راغی و پلاړه پلاړه و چه خبره ده والکا و یا ده چهت پاکایم خراپا شویده و خدای متبا و برباد که سل زلی می در طویلی تیر چه پاکی لانده لست که سمکه نی چه پاکای زور نلری خوبیش بود میگه یک نفر میخواست که یک شخص را دفن بکنه در البته فکر کرده بوده که مرده این بیچاره را میخواست که دفن بکنه خوب میخواست که سرش منداخته و میرفته این آدم فریاد میزده چیخ میزده که از برای خدا من نمرده من زنده هستم من از خاک بکش من از خاک بکش و این همی بیله گرفته و همی خاک انداخته میرفته نه آل جان تو گرم است تو هنوز نو مردی بمر که وقت مردن تا مانونه یرماسم مانونه یرماسم خوب میشه که در این بخش برنامه بازم تقاضا بکنیم از این فرصت ها استفاده کو صاحب زاده که بازم یک آهنگ بشنویم که هم ما لذت ببریم هم شنونده های عزیز والا ما کمی آهنگ پغمانی صاحب شنیدم بیخی ما میگم هیچ فکایی نگویم آهنگ بشنوم با خدا ما مهربانی و که پغمانی سه تشکر زنده باشی اول اش پیاله تو خورد تشکر دلی که داغ ندارد ز فیض محروم است کسی که منکر عشق است او نامسلمان دل که مولا باران از خدا جان کل کاریم با میدان از خدا جان کل کاریم با میدان از خدا جان نیافتم خیش قم یک یار دلساز دو جا
چشمکاییم با گیریان از خدا جان دو چشمکاییم با گیریان از خدا جان سر دریای پرسنگم خدا جان خلاصم کن که دلتنگم خدا جان خلاصم کن که دلتنگم خدا جان خلاصم کن که مردم تنم میتن گرفتاری امیننگم خدا جان گرفتاری امیننگم خدا جان مرا دیوانه کردی آخر با پایم زولانه کردی آخر مرا دیوانه کردی آخر با پایم زولانه کردی آخر ظالم یارم گوشه نشینی ارمای خانه کردی آخر ظالم یارم گوشه نشینی ارمای خانه کردی آخر نگار جانم سفر داره خدا جان مسافری چی در داره خدا جان مسافری چی در داره خدا جان که تنها می شویم از خیش دوستان مسافر چشم تر داره خدا جان مسافر چشم تر داره خدا جان کلای سوره تا پاکت میکنم یار مسافریای تا طاقت میکنم یار مسافریای تا طاقت میکنم یار اگر با من کنی یک میربانی شیشتن جایی تا زیارت میکنم جان شیشتن جایی تا زیارت میکنم جان مرا دیوانه کردی آخر با پایم زولانه کردی آخر مرا دیوانه کردی آخر با پایم زولانه کردی آخر ظالم یارم گوشه نشینی ارمای خانه کردی آخر ظالم یارم گوشه نشینی ارمای خانه کردی آخر زنده باشی نام خدا پهلوان سر نام خدا گفتی اگان سر زنگ دل ما را نیست کل بینیندار را زنگ های دلشان کندی میرمانی اون تیسی پغمانی صاحب واقعا چه ډیر خوان مو واخیسته خو ما یوه میډیا کې ډیر داسې په زړه پورې جالبې جوړی سندرې د خوشبو جان احمدی سره ما ستا واورېدې آیا دا د علاقمندانو فرمایش و د ستاسو و دغسې نوي کارونه د لاس لاندې لرئ که نه امرای خوشبو جان احمدی یک کنسرت داشتم
یک نظر دارم. من فکر میکنم که بسیار آهنگای دوگانه یک کیفیت خاص پیدا میکنه. بله بله بله. اگرچه هر آوازخوان از خود یک به حساب آواز داره که میتونه تاثیرات خود بالای شنونده خود داشته باشه، لکن در این اواخر هم دیده شده که تعداد آوازخوانای جوره ای زیاد شدن. چقدر زیبا معلوم بشه. بسیار خوب، در سابقه هم همونطور بود، تعداد زیاد از آوازخوانا بودن، مثل انگامه جان و احمد ولی، بله بله، مثل پرستو جان و رحیم میریار و همونطور رحیم جانی و بله منگل و نغمه و سلمان جان و رحیم جانی و همونطور تعداد زیاد نام خدا از هنرمندای بسیار سرشناس وطن ما که جورایی میخوندن و حال رو هم که میخوانن زیاد زیبا زیبایی اما آهنگ میافزایه و بدل مردم چنگ میزنه. به هر صورت فضل جان یک سوال در ذهنم گشت، وقتی که شما از اونجا حرکت کردین، ما که نام خدا سونی تیپ و استایل و قد اندام شما دیدم، ماشاءالله خداوند شما را میشه زنده داشته باشه، در ذهنم این سوال خطور کرد که اگر فضل جان هنرمند آوازخوان نمیشد چی میشد؟ والا ما اگر هنرمند آوازخوان نمیشدم، باید از که خوش داشتم که درس بخوانم. الان شکر درس خواندیم، مکتب خلاص کردیم، دیگه یک انجینر یا دکتر یا بسیار حالا خوب، هر کس از اون مسلک خود دفاع میکنه. من شما رو دیدم ایتور نام خدا، ایتور احساس کردم که اگر فضل جان یک بچه فیلمان باشه بسیار زیبایی خاص داره. چرا نه، اگر من دایرکتر باشم و یک فیلم بسازم، حتما فضل جان به صفت یک هنر پیشی ایروی فیلم یعنی نقش مرکزی را برش خاطر ان شاء الله ان شاء الله بخیر. فرمانی سے پوسم د لیدون کو او د علاقمندان و خزر کی زای لري کالک د فلم نه دای خو مترادف یا عین شکل خزر کی زای لري د زنده باشین لطف شما علی سم در غاړه ده هم خوش سیما. تشکر، زنده باشین شما. خب چی می فرمانی سے بو بخی دس کلا شو د چ کور کی د وړو په ماشومان دس په خره شو د پیاله د پزمکه وو ویلی چې ای قته غس ای مرچ از دې سے کو دو خان از دې سے کو تو نامه می نامه فهمی که شو ما محفل دارم از برای خدا همه قروغن مرچ هم کس مندازه. ای تو گاهی وقت شده والا ما که نو عروسی کرده بودم، راستی خانمم نامه فهمید، راستی بر ما بسیار چرب می آورد. دیگه باز ما به خوبی گفتمش با تو نیک چیزا بزنم، گفتم ما می خواهیم که بدون آواز خوانی و بدون گپا همین چربی بی گپا نقص داره برای هر انسان، برای هر آدم بسیار خوشم هم نمه راستی وقتش با خوبی گفتمش که دیگه مرچ هم کم پر تو داده اگه روغن هم کم پر تو که من اگه آواز خوان هستم آوازم کشیش آواز خوان میشم شیرش اگه آواز هست که میرد یک جای میخوانم آواز که نباشه دیگه خیلی چه رقم باز با خوبی برش گفتم باز خانم هم تکرار نشد نیه باز امور رقم خدای دې هر چاته دغه سې ورېندار ورکی چې دغه سې از مونږ ورور ته نه خوشاله دی لکه ټول چې ته نه خوشاله دی. نو ان شاء الله د نذیر جان قبلګا صاحب مشر ورور دوی څو دانې نه مې خدا شوی زخه یو وخت کوچنې و ما چې د دې قبلګا صاحب میږي. بله بله، ما دام جورس بود و هم که لالا راسی لالا بم دقشی مست غزل و وی لکه محچو ویل سنگه ده خیره راس ور تکشیه نده خیر خدا همی عربانه دی یا تمی نه پا کار زبدارسه را بل را وارم دوونی کشنه ما تر آواز تو بیو دوونی غرش تو رم زایت میم نه پکار و در وای 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 چارگولا وا چارگولا لالا خدا اجرا ولا تو خمی لگله بچی اگه دا احمد غم او خرا اگه شکر خانی تو ویسا او تا دلتا چکری وحیا؟ تا گورو لالا
وام غمی ما او خوری شب خانیت سکه شب خانیت من رسیده دخیر سر جور تیار سنو بالا سوا لالا رختیا برداستان خمیانی مچکه من بو بلا حالی بستاس شی دل کینه تکینه کینه لا 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 تو کچھ راز اس چوام زنزلار ابا اند راز زنزلار ابا اند راز زنزلار ابا اند راز گورے اگر تے سی او روحی نہ روحی لری کنا چنا مکتب تزی نہ نظم اپ خلی کی گی نہ کار کی اس نے کی زا قسم سوتم تا تے وہ ال چھ دیو ڈاکٹر تے وہ اس چھ نہ روحی جوڑا شی سب سب نہ سو کما تے سو لا لا تا نا ابا ما تے جب پسانہ وہ ایلی وے تو خو واری سر خلاص کر آقا بازه چون ماست با مکتب که اول نبراق چاویی تو خبر نه نو آقا خسر خوالده مکتب تا نیزی نو چه آقا بس اول نبراق چاویی زنگ نبه بس که اینو کری بلی او خزی سوایی چشه چرک اول کشیوی بلا اول پسی ما ولی چشه اول کشه ماست که ولی کم غد شه اول کشه چرک بلا اول پسی بلا چرک با واخلوه سو چه احمد مرغان چه کیده؟ ثبت کی؟ خوری داری غلطی کردی ده. چه؟ خا خا خا. اون چهار بودا؟ لا لا تا با گست کردی دی؟ ها؟ لا لا از ما غلطی بودی که نده. مام دار غلطی خود خوری داری ده. ما دو دانی تای زان ول کردی و. ما یهودا چرکی پگار که. اوه یهودا داده مکتب داور نمرگی و. آقا دوست با چرک کلانی آوان نمرا سایوی نو تا تا خو ما ویلیو چه آقا داکتر تا ویسا آقا تا تا ویزگر تا وره گوار لانا تا ویزگر اونو با دیست یکی رو باور نلرم مار کارم با داکتر نکیشه تو خو ویلی سر خلاس که که وست خیر سر آقا چرک آوان نمرا نو بیامی در مزکه کسر آو باسا خو ام دا خاطر خدای خدای دا ورور سر دستو تو مخری لیوانه گورا دا ورور نمیده خیه؟ ورور میده ورور میده سر خوڑه لیده تا میویلی دی چیز ماز دوی ویزش بخانی تا ورهی تکلیف داری تل مدام چرتو نا فکر نا وحی نا مکتب تزی نزما پخولی کیگی نا کار کیی دا تا میویلی او دا تاویزگر تا وره که آغام تاویزو نور تا ورکری دی د چرکی تاویزی دا آغا پغاره کیا چوله چورتا دا الک پغاره کیا چوله الک تر مرغانچی تا او چرکا ورکا او سر دا صاحب ویدی کس ماسی گناه دا خود تا دا خماتو با او دا وریان دایر گناه دا چلا تاویزان پوشونه سرانش کری دی ایخ دایر پارا دی 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 شای آنو پسی مگزی لاسی داکتر تا چاگا اوز چرکا تینا جوڑا دی شیف دایر پارا دیوان داس دی نڑی سر تو کو پالا دا کمن کے لالا دا خود تا ویزونو کتاب دا کن دانی کم زینا کو لالا ہم برائی ما شام په خوب کی بده ہم نه خیر سر ها اوس ونی کیا ها کرا کټ می پاواس وای پاواس تو با خدا نور پاواس چکتن می تو کوئی کا پیران تو ورسی دنم خو خدای دی راول ما خدای دی راول انا کشن استم چپر دا سر یه لاس را چیر گوی و زا چار زای کشنی سی رس کروزی با ایشالا دی و هم لالا را خیر سر ایشالا گوی خدای تم دا چپا واسی نکزم پراتی مویا پراتی مویا تو تسلا گیاوی دسی چی باو تا باو اس بار چیر تا با والی وی با مقرار چیر تا با مقرار وی تا یا با والی وی یا با رئیس وی یا شی باوی زبا تا گور لالا و هم ما ازاد جمن خوشتی دغه ژوند مې لږ خوښ چې درې پوښه موټر مې څلورم پوښ یم د تختو پسې ورکړی شوی د موټر معلوم دی او روان یم چې دې خبره ده ما ته به تعویز کړه چې ورېدار باندې د بله ښځه وکړم راځه ګوره وم داسې تعویز به در وکړم لالا چې دا خپله ورېداره به چې د ښځه په مای درته وایم مننه د رجا صاحب نو د ګان همکار نه واقعا چې ډیره په زړه پورې پاتشه وه او ای همکار ما تازه وارد هستن چطور ما نشناختم بله بیخی نه وای د سر کاغذ پیش نه وای خب والا بسیار با استعداد اسمشان چیز شما معرفی کنین تراش وروره دلتا
راشه چې قدرمنو لیدونکو ته او یارمار صاحب ته او بغمانی صاحب ته ځان وپیژنه. السلام علیکم امال ته ودرېږه څنګه یو خپل نوم معرفي کړه لیدونکو ته. زما نوم سلطان امانی ازای دی، کندهار ولایت اوسېدونکی یم. تیاتر سلما کې مې کار کړی دی یو څه، هلته کندهار کې هلته مې کار کړی دی. نو رالم چې دلته ستاسې په دې شو کې برخه واخلم. خدای دې وکړي چې ستاسې د خوشي ولې خدای دې آباد لره. نه ډېره مننه، موافقه درته غواړو. هیله ده چې دلته کابل کې وي همیشه موږ سره همکاري وکړي. انشاءالله امید یې همکاري دوامدارتان بخیر. خدای دې آباد لره، جوړ رو همیشه بیاین. خوش بیاین، تشکر. دیگه سجزاده صاحب جایی که آل باز یک برنوای موسیقی گوش بدیم. والا موسیقی تا خو غوگ نیسو. فکر کنم چه پغمانی صاحب دازلی وی پختو سندره تا چم تو والای نیوالای بیم. چه خوبیش او اغازمونگا زوابم پاتشه دست لندو کی وایا چه چو رونه پات ووس پا کمو کارون مصروف دی دوی قبلگا صاحب دن نزیر جان. ما شکر پین برادراستیم. دیگه نازیر جان از برادر سیونگیم است. ما خواه آخری کلشان هستم. بله. دیگه مصروف موسیقی هستن کلشان. یک آهنگ پشتی دیگه میخوانیم نظر که به میدانم جای جور آمد از این بیرم برای این میخوانیم. زنده باشیم. تو سخت یا آیت نیکو. با عاشقی کیم گلی کیم جنگونه جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. با عاشقی کیم گلی کیم جنگونه جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. عاشقی نکوم داری گم جانانه، دل لری لری تماشی بکی کوم جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. با عاشقی کیم گلی کیم جنگونه جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. ولی مرا ورگش میلمانه. حالا ممی نمی ننشته جانانه، حالا ممی نمی ننشته جانانه. سوداگری دیم پا بلاخر سوینه جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. با عاشقی کیم گلی کیم جنگونه جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. با عاشقی کیم گلی کیم جنگونه جانانه، ولی مرا ورگش میلمانه. ولی مرا ورگش میلمانه. وړاندې کړه په دې لچه همداسې تل تر او تازه غږ ولرې.
بله همیشه همونطور با صدای رسا دلا را شاد بسازه و به خوشی های مردم خود بیفزایه. من میخواستم یک سوال دوام از فضل جان کنم. فضل جان یک تعداد از هنرمندا هستن که مثلا در محافل عروسی های دوستا همکارا اینا اشتراک نمیکنن، یا اگر اشتراک هم میکنن بسیار پول گزاف، مثلا میگن $3,000 $4,000 میگیرن، که شما چطور در محافل عروسی دوستا اشتراک میکنین؟ اگر میکنین با همین نرخ نوای گزاف یا چطور؟ میشه معلومات بدین؟ چون مردم بسیار شما را دوست داره و علاقمندتان است. هر کس خوش داره در عروسی های خود هنرمندایشان اشتراک بکنه و به خوشی هایشان بیفزایه، از او خاطر مردم علاقمندتان است، خوش دارن که صدای شما را از نزدیک ببینن و بشنون. چی نظر دارین در این مورد؟ والا نظر من در این مورد دیگه هنرمندای ما که هر کس که گفتی تو قدر بلند پروازی میکنه، بله. باید هست نکنن، بله، بخاطر که ما از مردم هستیم، مردم از ماست. ما که مردم که نباشه ما هیچ چیز نیستیم، نه هنرمند هیچ چیز نیست. اگر مردم است که ما رو تشویق میکنه، دمی سرت میرسونه، این شما میجا بیندای تلویزیون ملی شیشتن ما بر ما چکچک میکنه، ما تشویق میشیم. بله. اگر میجا که چکچک بر ما نکنه، ما رو تشویق نکنه، بگه چی رقم خوندی، خود دل ما سرد میشه. این مردم است که هنرمند تشویق میکنه دیگه، بعد از کی کار نکنه. ما خودم شخصا تو نیستم، به خدا قسم که نفرای اومده کمی برادرزاده شاهد است و امی بچی حاجی صاحب هم اینجا شاهد است. در دفتر شیشتیم زیاد پروگرام هم رفتیم و یک دوست ما نامش چی بود که من تلویزیون هم شاید مرا ببینه، کاکا فضلی آمد نام داشته، که خودش هم یک مزدورکار، یک مرد مزدورکار بود دیگه. آمد دان دفتر من، گفت توی بچه قکم هست، یعنی من مثالش رو براتون میگم، توی بچه قکم هست. گفت در خانم گفتن که فضل پغمانی رو دمی توی بیار، دیگه آروس خیلی هم گفته که فضل پغمانی رو دمی توی بیار. اینه ما هم بچه این پشت آمدیم که ننه اولادا، ما خو یک رپام ندارم که ما ترابطو، ما 10,000 رپا قرض کردیم، برنج روغن خریدیم، من نکام میکنم برای بچه ایم. دمی آروسی بچه ایم یایی به نام خدا برای میخوانی یا نه؟ ما گفتم کاکا فضل آمد، ما برات محترم هم گل میزنم، داروسی تا میایم برات میخوانم، هم کدام چیز پولو که از کارتان باشه، چیزی که از توانم هم میشه سرمان میکنم. با خدا قسم میخورم که ما در موتر شیشتم رفتم در سر کوتل خانشم، شاید مرا ببینه نگاه یک دروغ میگن. بالا شدیم عدس گیا خوشبخ شدن، از بالا پیشوری ما تا شدن، مادرش، خودش، فامیلش، خودشان همه تو دعا میکردن که میگفت سایگا که یادم بر ما همقدر کمک احسان کرد، ما دمی دل ما بود که می آدم بخوان. چقدر خوب، هر کس میتونه که از طریق هنر خود، از طریق دل مردم بعد از بیاره، دل مردم بعد از بگیره، و چقدر خوب است. اما درست شما بدل ها جای دارین و تا جایی که من میبینم زیاد مردم شما را دوست داره. زنده باشیم، زنده باشیم. همونطور مردم های هنرمند های مردمی را همه مردم واقعا دوست داره، ولی خدا شاید است که من از یکی از امی آوازخان های بسیار کوچک، به اصطلاح بگویم کوچک، به این خاطر گفتم که تازه شروع کرده و هنوز دو آهنگش یا دو آهنگ داره با یکی از تلویزیون ها نشر میشد. من براش گفتم که اگر فرض کده یک محفل که مثلا از ما باشه بیایی چند، گفت مادر جان از دیگر ها خود $4,000 میگیرم، ولی از خودت $1,000 میگیرم. ما گفتم ولی خب بسیار $1,000 خود یک ماه، یک ساله معاشم است، ما چیزی برای تو بتونم $1,000 بسیار گزاف است. و به همین دردی هنرمند های زیاد هستن که واقعا پول بسیار گزاف میگیرن. خدا شما را خیر بده که به آواز مردم لبیک میگین، مردم به اصطلاح امرایی میکنین، کمک میکنین. امیدوار که دیگه هنرمندای ما هم همینطور یک احساس داشته باشن با محافل خوشی دوستای خود، همکارای خود و مردم خود اشتراک بکنن و دلا را شاد بسازن. تشکر از خود فضل جان، قدرمن لیدون کو، ټول هنرمندان. پغمانی صاحب یو ډیر قوی مثال تاسو ته درک، هیله ده چې واقعا په خپل وطنوالو زړه وسوځوي. یو نفر په ډیر احترام ستاسو دفتر ته ننوځي او ته ورته وای چې ورور زه د $1,000 کم نه اخلم، دا خو ډیره خراب خبره. نو خدای دې همدغه سه تل تر او تازه او موافقه لره. وای ماموره کمه د تنخواه ده، ماموره کمه د تنخواه ده، په دې پیسو خو کباب نشو خوړو مینه. جبت سر عزیز آمد که وقتی یک نفر مفلس باشه، بله بله، بیچاره باشه، بیچاره باشه، وقتش هست که آدم کتش کمک کنه دیگه. پغمانی صاحب پیشتر مرا گفتی که
خودم یک خاطره میگم و بیادرزاده کدام فکایی اما تو خوب و اساس در یادش است. و بیادرزاده ام نظیر جان خود اگر نام خدای دان از این پرخنده از بیچارزاد اگر فکایی میگه در خانه خود ما را دیوانه میکنه از فکایی گفته و گپ میزنه دیگه امو فکایی خود بگو یا باز ما میگم یک خاطر جالب خود خیره اول تر از همه گی سلام بر بنده های عزیز تقدیم میکنم و بر شما همچنان یک فکایی میگم خدا کنه خوشتان بیه. میگه یک دو نفر رفیقا یک جای شدن همی رفیق اولی ازی بسیار لافوک بود گفت حالا بچشم ده او هفته دیگر رفته بودم برای چکر برای ساتیری گفت خود کجا رفته بودی؟ گفت حالا یک شکر رفتم امریکا باز رفتم کانادا یک شب اوجه بودم باز آمدم چین یک شب اوجه بودم گفت آمدم هندوستان یک شب اوجه بودم یا ایران من ده یک هفته قدر جای گفت بابا چه تو این نقشه رو دیدی؟ گفت بابا والا یک شب در نقشه هم بودم یک شب در نقشه هم بودم بله یا اصلا انسانه این که لاف خرابان میزنن ولی در اول ایچ هستن خوب در این بخش برنامه چی داریم؟ صاحبزاده صاحب میشه که بگویی که آهنگ باشه یا یک پارچه تمثیلی باشه چه قسم؟ والا یکمه که من خبر شدم پیشتر برای ما دایرکتر برنامه گفت که یارمل صاحب کدام آمادگی گرفته؟ برای برنامه؟ برای برنامه کدام توفه داره؟ نمایش البته حتما نمایش است قرار بود که ما یک نمایش داشته باشیم ولی که باز وقت آمدم به حساب گردانندگی برنامه را پیش گرفتم یعنی این کار انجام دادم خب بازم اگه شما تقاضا میکنید خیر فرق نمیکنه همکارای ما آماده هستن ملالای جان شیرزاد و اسد جان میرزاد و نرمند بسیار برجسته و خوب ما که به حساب بگویم که تلویزیون ملی بالایش افتخار میکنه و با داشتن تو یک هنرمندای خوب و برجسته ما ان شاء الله که ما یک نمایشه که کوتاه را که او یک انتباهی است یک نمایش انتباهی است یعنی برای کسایی است که شک و سویزن و گپا برشان پیدا میشه ارائه میکنیم خدا کنه که خوش شنوندای عزیز ما بیایه اگر اجازه شما باشه ولی نه قدرمن و لیدون کو و دو قطعه تا دیر و مینوالو در یرمال سه توفه با او برو بله بله سلام خوب استی عزیزم شکر تو چطور هستی جانم؟ وی ما میگم قربانه کچم با خدا یک پشت دقار دیم که خدا میدانه چی گفتی؟ چی وقت؟ آها با خدا راست گفتی اینم هم تیاری میگیرم فهمیدی گوشو باز هر وقت که میرفتی مرا یک روز پیشتر زنگ بزن فهمیدی که من خانه اینجا میفهم که چی یک جنجال از در این خانه ما من یک ذره یک آمادگی بگیرم خوبم تیاری بگیرم باز همراه یک جای میرم شریف آه جانم نیلا قربان سرت شم و عزیزکم با خدا مام دوزو دارم قبشت دقنشم خدا میدانم ایچ اصل خانه سلام خوب استی آمدی بخیر کی بود در خانه کده کی گپ میزدی؟ ایچ ما گپ نمیزدم اما تو رو کده خود در امتر گپ میزدم دمی تیلیفون بخیالم کده کسی گپ میزدی؟ نه بابا کی کده کس گپ میزدم ندیدید ما اما تو سر خود گپ میزدم گفتم اوزان من میگم کده در تیلیفون گپ میزدی یعنی شریف نام کی هست؟ یه از برای خدا چی میگی تو؟ ما امرای خود گپ میزدم میخواستم که تصمیم بگیرم که بخیر در میارسی خور زدیم چی گره تو من رو تا این موبایلتا؟ نه در موبایلم چی کار داری؟ وی بابا خراب میشه گوش کنی تو اگر گپ نمیزدی در تلفون خیلی چرا موبایلتا با من نمیدی؟ نمیدم دیگه موبایلم از در موبایلم چی کار داری؟ تو چه قسم آدم هستی به خدا؟ در موبایل آدم تو کار داری در هر کار آدم تو کار داری؟ من میگم من موبایل تا برای ما یک دفعه ما ببینم چک کنیم که کی گپ میزه این نمبر از کیست؟ این نمبر از کیست؟ خیمی شریفش کی بود که شریف جان میگفتی؟ ها؟ برا بیا تو رو من یک روز جان نگفتی خیر بی شریف جان از کی هست؟ آله خب تو کی شنیدی که من شریف جان گفتم من میخواستم که در مورد کارهای عروسی و در مورد عروسی خورزاده مینا گپ بزنم تو ناق سر من اشتباه میکنی ببخشید من شاید اشتباه کرده باشم مالمدار که تو اشتباه میکنی خیلی من میرم یک کمک کار دارم پس میم باز خب برو دیگه من آوخ میم اگذر اگر فکر باش اگر چیز میز برای دیگر تیار کنی برو تیار میکنم گوش کو چی میگم بده
گفت من گوش کو یکان ذرا سودا هم گرفته بیاری خو باز میمان داریم اتمن دگه خو میمان دارم میمان کی است خو میمان از دگه وی آلا خو میمان دگه فقط بگویی که دول نغاره کده میره خو میمان از دگه خو سعیس خانه از دگه خو در خانه میمان نمیه خو سعیس چه بگو هم کمبوتا دو که داریم گوش که چی بگم یک ذرا گوشت خوبش آلا بیار خو یک ذره که سیب و ناک و امت میوه خوبش خوبش بیاری خو جانم بخیر باشی دیگه بیار خو برو بخیر گیری بلگو برو برو شریف جانم زن میزنم گوشکو جانم وی ما قربان صداگه که شومو گلم و جگرم گوش کو این مردکه بسیار کس کرکری و زرزری است خو در سر هر گپ بانگیری میکنه گاهی میگه که تازو در تلفون گپ میزنی گاهی میگه در کتا نمیفهم پر خواهم دیر گپ میزنی تازو رو اون یک گپ در پایم تومت میکنه شریف جان گوش کو بسیار پشتدق شدیم چی وقت میایی بیا که با خدا از دست میفهمی از غم دیوانه شدیم گل ما جگر ما چی وقت نه گمش کو من نه او تو کارا نه دیگه گمش کو اگه تا گفتم نمیکنی با خدا ازت خفه میشم یا که در خانه اگه واسه هم اگر که بسیار خوبیش پخته کنم اگر گوش کو اگر که امیر شریفه شریفه که زبانش همی برم گوش کو جانه چی وقت میایی گوش کو چی میگم تا ما که او روز رفته بودم شار یک چیزه که بسیار مقبول بر خودم خریدیم بر تو هم او وی از تو کداخ زیاد نیست دیگه چی؟ تو هم گرفتی؟ چی گرفتی؟ اوه خدا من دوست دارم بایی خیلی دیگه بیا چی وقت میایی؟ گوش کن من انتظار تستم امروز مردکه رفته گم شده تا شام دیگه نمیایی خو بیا که در خانه خبر بوده که ما گوش کن که در خانه ما اما تردوگه که ما بشینیم اما تو سخنده کنیم مزاق کنیم او خدا یک روزه کردی ما خوش باشیم رو جگر چی وقت؟ درستی؟ تو رو با خدا خیلی گوش کن جانم من اینا را قطع میکنم تو باز بیا اول میگه پای روه که بیگی پای بر جای خواه است شریفه باید نوال از بین ببرم چو وقت نه که خونم در جوش هست او خدا چی وقت میایه مچه من منتظر شد چون که اوی چند بجه شد نمیفهم الو نیم ساعت گذشت ایش نیست که بیای خوب سلام علیکم سلام علیکم چطوری بیم الو چقا خوش شدم که دارم او شریف جان ما الو جگرکم او شریف ما الو شکر که آمدی می بامی شکر الو قربانت خوش شدم از دیدن او خوشت نمیم خدا تیز برسه که مرا ایر از نزدیک بینم سلام علیکم بیادر جان خوب هستی جان شریفه جان خورخندیم وی چیز لیلا مجد وزن مرا خود نزدیک کشته بودی آله نزدیک تو رام از بین برده بودم شریفه رام توی شریف جان دل مرا خواه انداختی وای این چی شد من نمی فهم خود اینه که شک کرده بود چه رقم تو بیکاروی شوهر کنه چی کرد هزار بار خدای شکر و شریفه جان قرد من چی اشتباهی کردم بکار شریف گفتم او جگر چی گفتی درباره امیدو؟ سلام بسیاری از یک بسیار خوبیش یک هنرمندای بسیار نگم به خدا دیگه هنرمندای برجسته افغانستان هم هستن دیگه نام خدا بسیار زیاد خدا کنه که مورد قبولتون قرار گرفته باشه ما هم بنو بخواد با دوستا و با بیننده های عزیز خود خداحافظی میکنم امیدوار هستم که برنامه ای که امروز تقدیم شما شد طرف قبول خاطر شما قرار گرفته باشه و امیده که از بودن ما خسته نشده باشین و ما با شما تا قوطی عطار دیگه خداحافظی میکنیم الله پاک نگهدار همه شما